سرخط چند خبر و گزارش مهم در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. در ادامه بحث روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا، ویلیام بار، لوی سارنوال ایالات متحده و سارنوالان فدرال صلاحیت داد تا تحقیقات روی بی‌نظمی های انتخابات ریاست جمهوری کشور را آغاز کنند. جزئیات اعلامیه طالبان درباره خواست این گروه از حکومت جدید امریکا برای پایبندی به توافق ایالات متحده با طالبان و اظهارات اخیر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره مذاکرات صلح این کشور. و در گزارش نگاه میاندازیم به زندگی نامه کاملا هریس، معاون رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و مسیری که او برای رسیدن به این مقام طی کرد. سلام، امروز شنبه 10 نوامبر 2020 میلادی است. من یلدا بکتاش هستم و برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدین. این برنامه همزمان از طریق صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم قابل دسترسی است. در برنامه امشب اخبار و گزارش های مهم از افغانستان و جهان داریم. قدیر مشرف با آخرین تحولات مرتبط به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از مقابل قصر سفید با ماست. سید عزیز الرحمن، دیدگاه های قانونگذاران امریکایی در قبال نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشور را دنبال کرده و از مقابل امارت کانگرس با ما خواهد بود و از کابل جلال میرزاد آخرین جزئیات مذاکرات صلح افغانستان از جمله اظهارات اخیر رئیس جمهوری کشور را گزارش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد بود. آقای ترامپ در یک سلسله پیام‌های توییتری امروز نوشته است که امریکایان شاهد پیشرفت بزرگی در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشور خواهند بود و افزوده است که وضاحت نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سر از هفته آینده آغاز خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ در حال بر پیروزی خود تاکید دارد که رسانه‌های آمریکایی سه روز قبل جو بایدن رقیب دموکرات آقای ترامپ را برنده انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی کردند. تحولات بیشتر درباره اظهارات آقای ترامپ را و البته فعالیت‌های هر دو ستاد انتخاباتی را همکارم قدیر مشرف دنبال کرده و از قصر سفید در برنامه با ماست. آقای مشرف، خسته نباشین. تازه‌ترین اقدامات ستاد انتخاباتی آقای ترامپ چگونه بوده و چه کارهایی انجام دادن؟ سلام با شما و بینندگان عزیز. سامی لذی که من براتون صحبت میکنم. ستاد انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ نتایج پیش بینی شده انتخابات ریاست جمهوری امریکا را نپذیرفته و در برخی از ایالت ها شمارش آرا هنوز هم ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از صبح امروز تا حال در یک سلسله پیام های توییتر یک باری دیگر از روند شمارش آرا در ایالت ها انتقاد کرده. بر اساس معلوماتی که ستاد انتخاباتی آقای ترامپ ارائه داده، وکلای مدافع رئیس جمهور از دیروز به این طرف در مورد ادعاهایی که گویا در جریان انتخابات تقلب و بی‌نظمی صورت گرفته، این ادعاها را به محاکم درج کردند. ویلیام بار، لوی سارنوال ایالات متحده که در رأس وزارت عدلیه امریکا هم قرار داره، آقای بار به سارنوالان فدرال صلاحیت داده تا در مورد ادعاهای یا بی‌نظمی ادعاهای انتخاباتی که ارائه شده تحقیقات انجام بدن. ولی آنچه که وجود داره این است که رئیس جمهور ترامپ یک بار دیگر در طول روز بر روند شمارش آرا انتقادات خود در سلسله پیام‌های توییتر انجام داده. یلدا جان، آقای مشرف، گفته شده که ستاد آقای بایدن هم بعض اقدامات را روی دست گرفتن. در این زمینه چه معلومات دارین؟
بله، آقای بایدن هم از طریق تویتر و هم از طریق کنفرانس های خبری یک سلسله صحبت هایی را داشته. انتظار داریم که امروز در مورد قانون ارائه خدمات طبی صحبت بکنه، قانونی که آقای بایدن از او حمایت خود داشته و رئیس جمهور ترامپ در این فاصله 3 سال و چند ماه ریاست جمهوری خود در قبال از او همیش تلاش کرده تا تغییرات را در او ایجاد بکنه. اما در صورتی که آقای بایدن در بعد کار خود در قصر سفید آغاز بکنه، بر علاوه مبارزه با ویروس کرونا، او با یک سلسله مشکلات دیگه هم دست و پنجه نرم خواهد کرد، که احیای اقتصاد و همچنان رویارویی با یک کنگره نهایت منقسم خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش می‌بینیم. جو بایدن که توسط رسانه‌ها به عنوان نامزد برنده در انتخابات 3 نوامبر پیش بینی شده است، در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که در عرصه گسترش دسترسی به مراقبت‌های صحی، کمک با کارگران فقیر و انکشاف صنایع انرژی پاک که میلیون‌ها شغل ایجاد کند کار خواهد کرد. فوری‌ترین نگرانی وی رسیدگی به شیوع ویروس همه‌گیر کرونا است که به گفته پوهنتون جان هاپکینز در ایالات متحده جان بیش از 237,000 آمریکایی را گرفته است. از هیچ تلاش و تعهد در مهار این بیماری همگیر دریغ نخواهم کرد. آقای بایدن روز دوشنبه یک گروه کاری مبارزه با ویروس کرونا را تشکیل داد تا روی افزایش مقیاس آزمایشات طبی، افزایش تولید تجهیزات محافظتی برای کارمندان صحی و تولید و توزیع واکسین ها تمرکز کند. اما برای عبور از برنامه های کاری خود، آقای بایدن باید به انقسام حزبی ریشه‌دار شده رسیدگی کند که در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدت یافته است. انقسام عمیق است. امیدوارم با گذشت زمان در مسیر درمان آن حرکت کنیم. این امر به زودی اتفاق نمی‌افتد. به سادگی رخ نمی‌دهد. جو بایدن با مخالفت شدید جمهوری خواهان ارشد مجلس سنا مثل مچ میکانل روبرو خواهد شد. کسی که اگر جمهوری خواهان یکی از 2 کرسی کاندید مجلس سنا را در ماه جنوری برنده شوند، به حیث رهبر اکثریت سنا باقی خواهد ماند و اجندای کاری را تشکیل خواهد داد. مکانل ممکن پافشاری کند و بعد تحقق بسیاری گزینه‌های لیبرال ها اجازه ندهد. در این زمان آقای بایدن به عنوان یک معامله کننده تمام عیار نگریسته می شود. کسی که برای چندین دهه به عنوان سناتور خدمت کرده و معاون باراک اوباما جمهور پیشین ایالات متحده بوده است. روابط وی با مچ میکانل و سایرین در آزمون قرار خواهد گرفت. ممکن بایدن بتواند از سرمایه ارتباطی که دارد با هدف ایجاد یک ائتلاف غیر محتمل و بعید استفاده کند که شاید در 4 سال گذشته شاهد آن نبوده باشیم. جو بایدن روی لزوم همکاری 2 حزبی جهت کار برای تامین منافع مشترک افراد تاکید ورزیده است. برای پیشرفت باید ما با مخالفان خیش و عنوان دشمن برخورد نکنیم. ما دشمن هم نیستیم. ما آمریکایی هستیم. اما این رهبر دموکرات با فشار ترقی خواهان از به خودش نیز مواجه خواهد شد. افرادی که خواهان مراقبت‌های صحی سرتاسری با بودجه حکومت و اقدامات تهاجمی و سری برای مبارزه با تغییرات اقلیمند. برخی از دموکرات های چپگرای تندرو مانند الکساندریا اوکاسیو کورتز، سناتور ایالت تگزاس، پس از پیروزی در انتخابات مجلس سنا ابراز ناامیدی کرده است که دموکرات های میانه رو برای معامله با جمهوری خواهان به اهداف ترقی خواهان به اعتنایی میکنند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدا امریکا، واشنگتن. آقای مشرف تشکر از شما و گزارش همه‌جانبه‌ای که ارائه کردین. خب همچنان با توجه به نتایج اعلام شده در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادعاهای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تقلب در این انتخابات، قانونگذاران آمریکایی هم دیدگاه‌های متفاوتی دارند. عزیز جان خسته نباشین، واکنش اعضای کنگره در قبال وضعیت پس از انتخابات و یا هم موضع‌گیری‌های جو بایدن و ترامپ چی بوده؟ تشکر خانم بکتاش. موضع‌گیری قانونگذاران دموکرات در قبال نتیجه انتخابات و در قبال رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن واضح است، اما موضع‌گیری جمهوری خواهان یا قانونگذاران جمهوری خواه در این مورد به 2 بخش تقسیم میشه. یک بخش اندکشان یا برنده شدن جو بایدن را تایید کردن و به رسمیت شناختن و یا هم از اقدام اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر برکناری مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده این اقدامش را تقبیح کرده اند. ولی
گروه دوم از تلاش های رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر ادعای یا اقامه ادعا یا دعوا در محاکم در برابر تقلب و یا هم بی‌نظمی های احتمالی در انتخابات حمایت کرده اند. در این میان سناتور میچ مکانل رهبر حزب اکثریت یا جمهوری خواهان در مجلس سنا گفته است که به خاطر رسیدگی به نگرانی ها ایالات متحده یک سیستم داره و آقای میچ مکانل افزوده است که رئیس جمهور ترامپ 100% در محدوده حقوقی خود است تا ادعاهای بی‌نظمی در انتخابات را دنبال کنه و از گزینه های قانونی خود کار بگیره. ولی سناتور چک شومر رهبر حزب اقلیت یا دموکرات ها در مجلس سنا گفته است که جو بایدن انتخابات را به گونه مناسب و واضح برنده شده و هشدار داده که نپذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری میتونه که بر دموکراسی ایالات متحده به نهایت خطرناک و به نهایت زهرآگین باشه. خب همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، کرسی‌های مجلس نمایندگان کنگره و شماری از کرسی‌های سنای کنگره هم به رقابت گذاشته شده بودند. جزئیات تازه از نتیجه او انتخابات چی است؟ خب شمارش آرا قسمی که قبلا همکار دیگه ما قدیر مشرف گفتن در بعض از ایالت ها جریان داره، ولی بر اساس معلوماتی را که خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد ارائه کرده، از جمع 435 کرسی که مجلس نمایندگان که بر رقابت گذاشته شده بود، تا حال دموکرات ها تانستند که 215 کرسی را از خود کنه و جمهوری خواهان موفق به کسب 198 کرسی شده و سرنوشت 20 کرسی دیگه تا هنوز معلوم نیست. البته پیشگویی ها پیش بینی هایی که قبلا نیز وجود داشت، مجلس نمایندگان ممکن بار دیگر مربوط به حزب دموکرات شوه یا دموکرات ها در این مجلس اکثریت را تشکیل بدن. همچنان از جمع 100 کرسی که در مجلس سنا وجود داره، 35 کرسیش در انتخابات امسال بر رقابت گذاشته شد که بر اساس معلومات خبرگزاری اسوسییتد پرس از جمع 100 کرسی دموکرات ها موفق به کسب 13 کرسی شدند و جمهوری خواهان موفق به کسب 18 کرسی و دو کرسی دیگر را کاندیدای مستقل که وابسته به هیچ حزب نیستند، اینا موفق شدند که کرسی ها را از خود کنند. و بر اساس پیشگویی ها یا پیش بینی هایی که وجود دارد، ممکن که حزب جمهوری خواه بار دیگر اکثریت مجلس سنای کنگره ایالات متحده را از خود کنند. خانم بکتاش، تشکر عزیز جان. خب ما همچنان اخبار انتخابات امریکا را در بخش‌های مختلف خبری دنبال می‌کنیم. وقتتان خوش. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. امنیت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که یک رهبر القاعده در ولسوالی بگوا در ولایت فراه کشته شده است. اداره استخبارات افغانستان نیز با تایید این خبر گفته که فرد مذکور که محمد حنیف نام دارد و به اسم مستعار عبدالله نیز یاد می شود، یکی از رهبران القاعده برای شبه‌قاره هند بود که به کمک طالبان به فراه منتقل شده و روابط نزدیک با گروه طالبان داشته است. در اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان آمده است که نام برده ابتدا عضویت گروه طالبان را داشته و سال 2010 میلادی بدین سو عضویت شبکه القاعده را نیز کسب کرده بود. استخبارات افغانستان همچنان افزوده که محمد حنیف باشنده اصلی شهر کراچی پاکستان است و در بخش تعبیه مواد انفجاری، کارگزاری مواد منفجره در موتر و تولید ماین‌های دستساز جنگجویان طالبان را آموزش داده و طی این سالها بین ولایت‌های هلمند، فراه و نیمروز رفت آمد داشته است. و خبر دیگر از افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست شانگهای گفته که تحمیل خواستهای یک گروه کوچک در گفتگوهای سال
سبب ادامه خشونت‌ها در افغانستان خواهد شد. حکومت افغانستان همچنان میگوید که طالبان و گفتگوهای صلح متعهد نیستند و شمار زیادی از زندانیان رها شده این گروه نیز دوباره به میدان‌های جنگ برگشتند. از سوی دیگر گروه طالبان در واکنش به اعلام پیشبینی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفتند که توافقنامه آمریکا و طالبان وثیقه خوبه برای پایان دادن به جنگ در افغانستان است. شرح بیشتر تحولات اخیر در افغانستان را از همکارم جلال میرزا جویا میشیم که از طریق اسکایپ از کابل هم اکنون با ما هستند. آقای میرزا سلام، خسته نباشین. از جزئیات اعلامیه طالبان و همچنان اظهارات اخیر آقای غنی چه معلومات دارین؟ محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست شانگهای در کناری که از افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان انتقاد کرد گفت که در حال حاضر سروی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر از 75 تا 85% مردم افغانستان طرفدار نظام جمهوریت هستند و 4 تا 8% طرفدار امارت طالبان. اما تحمیل خواستهای گروه کوچک یعنی طالبان اشارش به طالبان بود میتونه خشونت‌ها را در افغانستان در گفتگوهای صلح افزایش بده. از طرف دیگه وزارت داخلی افغانستان میگه که با انتقاد از افزایش خشونت‌ها در ماه‌های پسین میگه که از میان 5000 زندانی طالبان که از سوی حکومت به خاطر آغاز گفتگوهای صلح رها شده نزدیک به 600 تن اینا دوباره به میدان‌های جنگ برگشتن و با امنیتی در جنگ هستند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان میگه که از ایالات متحده آمریکا میخواهد که توافقنامه دوحه را یعنی گفتگوهای صلح در دوحه بازنگری بکنه و از طرف دیگه انتقاد داره که طالبان متحد به توافقنامه نیستند و شمار زیاد از افراد اینها دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. جزئیات بیشتر در گزارش. پیام گروه طالبان به آقای بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا. این گروه در اعلامیه گفته که به توافقنامه دوحه متحد هستند و موزل افغانستان باید از راه گفتگو حل شود. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست شانگهای میگوید که طالبان خلاف تعهداتشان خشونت‌ها را در افغانستان افزایش دادند. ما تصمیم های سختی را برای آغاز گفتگوها گرفتیم، اما با تأسف که برخلاف وعده های کاهش خشونت و برقراری آتش بس، طالبان خشونت ها را به گونه چشمگیر افزایش دادند. ظاهرا از این اعلامیه گروه طالبان و موضع‌گیری های حکومت افغانستان و نیز تغییرات در رهبری ایالات متحده آمریکا برمی آید که گفتگوهای صلح قطر به نفس تازه دیگر نیاز دارد. گفتگوهایی که اکنون میان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان با بنبست روبروست. فکر کنم که امریکا یو جور ملک دی، دا اغوی یو سیاست دی، دا افغانستان غونی سیاست دی ندی که دوره دی لس واری شل واری بدلیش. نو دا اغوی یو سیاست دی و اغا عمده خبر از ما فکر بندی یا اصول چی دی پا اغوی که بیست تغییر و تبدیل نردی. اما افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان به گفته نهادهای امنیتی افغانستان تعهد این گروه را در برابر توافقنامه دوحه و گفتگوهای صلح زیر پرسش قرار داده. هرچند برخی از کارشناسان نظامی میگویند که ادامه این خشونت‌ها به صلح در افغانستان نمی انجامد. بهترین راهی است که مذاکره بکنه، مفاهمه بکنه و یک راه بیرون رفته از چیز پیدا بکنه، از جنگ. و یک موضوع را که ما میخواییم که اختلافات سر جمهوریت و سر امارت است، چی میشه که امیر ما یک رفراندوم بکنیم، یک کارت را جور کنیم برای مردم، امارت جمهوریت نوشته باشه که به کجا راه میده. هنوز رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا آقای بایدن درباره گفتگوهای صلح دوحه هیچ ابراز نظر نکرده، اما انتظارها در افغانستان این هستند که هرچه زودتر سرنوشت این گفتگوها از سوی ایالات متحده آمریکا روشن شود. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. اندرو واتکینز، تحلیلگر ارشد در گروه بین‌المللی بحران، میگوید که میان سیاست‌های رئیس جمهور ترامپ و آقای بایدن در قبال افغانستان
تفاوت زیادی وجود ندارد و هر دو در قسمت خروج یا کاهش نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان نظرات مشابهی دارند. آقای واتکینز همچنان افزوده است که گروه طالبان نگران عملکرد حکومت جدید آمریکا در قبال توافق ایالات متحده با این گروه هستند. آقای واتکینز به نکات مهم دیگری هم اشاره کرده که دعوت میکنم در این مصاحبه ببینید. رئیس جمهور غنی در پیامش به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، از او خواسته است تا در برابر دهشت افغانی مبارزه کند و از پروسه شکننده صلح افغانستان حمایت نموده و برای ادامه کمک ها به افغانستان نیز همکاری کند. به نظر شما سیاست اداره آینده در مقایسه با اداره کنونی ترامپ چه تفاوت خواهد داشت؟ با روی کار آمدن جو بایدن به حیث رئیس جمهور منتخب، ما فردی را داریم که سابقه طولانی کاری در مشوره دهی در قسمت سیاست خارجی به خصوص در قبال افغانستان دارد. این مسئله ای است که هر رئیس جمهور جدید به خصوص در قبال یک کشور نخواهد داشت و با اتکا به معلوماتی که در دست است حد زده می توانیم که سیاست خارجی بایدن در قصر سفید چه خواهد بود. جو بایدن به حیث معاون رئیس جمهور اوباما و قبل از آن به عنوان قانونگذار آمریکایی طرفدار کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده و می‌خواهد آمریکا اکثریت نیروهای خود را برگرداند و برای ادامه حضور نظامی در بخش امنیتی ملی آمریکا اولویت داده شود و نباید آمریکا در قسمت حکومت سازی که قبلا در افغانستان دخیل بود کاری بکند. به همین خاطر اگر به تفاوت‌ها میان اداره ترامپ و اداره آینده بایدن در آمریکا نظر بیفکنیم، ما متوجه سیاست مشابه خواهیم شد. هر دو در قسمت کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان نظر مشابه دارند. با آنچه که برای بایدن و تیم او مطرح خواهد بود، احیای روابط آمریکا با متحدین آن خواهد بود و آنها بیشتر برای ثبات نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه اولویت خواهند داد. طالبان در اعلامیه رئیس جمهور منتخب آمریکا را تشویق نمودند تا با موافقتنامه آمریکا با طالبان پابند باقی بمانند و آنها این موافقتنامه را راه مؤثر حل جنگ داخلی افغانستان قلمداد کردند. فکر میکنید بایدن با موافقتنامه آمریکا با طالبان متحد باقی خواهد ماند؟ فکر میکنم رفتار طالبان واضحاً بیانگر آن است که آنها به این موافقتنامه ارزش قائل هستند، به خاطر که این موافقتنامه برای آنها مهم است. در غیر آن تضمین دیگری وجود ندارد. اینکه میعاد خروج نیروهای آمریکایی و نظامیان بین المللی مشخص شده است و طالبان از ماه فوریه مطابق آن عمل کردند، با آن که طالبان به خشونت‌ها علیه افراد ملکی ادامه دادند، اما هدف آنها نیروهای حکومتی و حامیان آن بوده است. اما طالبان در قسمت حمله مستقیم بر نیروهای آمریکایی منظم بودند و طبق تعهدشان آمریکایی‌ها را هدف قرار ندادند. و آنها فکر می‌کنند موافقتنامه نه تنها قوی است بلکه به نفع آنها می‌باشد. آنچه به نظر می‌رسد طالبان نگرانند که آیا ایالات متحده روی این موافقتنامه دوباره مذاکره خواهد کرد یا اینکه مانند روال قبلی روی آن عمل خواهد کرد. و طالبان احتمالاً مجبور خواهند شد برای پلانگذاری با رهبری خودشان مشورت کنند و یک پلان را برای پیشرفت اتخاذ کنند. از آغاز مذاکرات صلح بدین سو خشونت‌ها در سراسر افغانستان بیشتر شده است و حملات اخیر بر پوهنتون کابل و کشته شدن یک خبرنگار با آنکه طالبان مسئولیت آن را نگرفتند، به نظر شما پروسه صلح با وجود این همه خشونت‌ها هنوز هم اعتبار دارد؟ مذاکرات صلح در دوحه هنوز هم اعتبار دارد، نه به خاطر اینکه خشونت ها هم اکنون کاهش می یابد، اما به دلیل اینکه امکان کاهش خشونت در آینده وجود خواهد داشت. مشکلات عمیق در پروسه صلح وجود دارد که ممکن صلح برقرار نشود، اما باید به یاد داشته باشیم که یک سال، سه یا پنج سال قبل خشونت ها در افغانستان در همین سطح وجود داشت. مردم در کابل و سایر نقاط افغانستان کشته می شدند، اما امروز دو طرف مذاکره می کنند. وضعیت اسفناک است که خشونت ادامه دارد، اما مذاکرات قدم کوچک به طرف راه درست است. برخی از اعضای دموکرات در کانگرس در استماعی که با خلیزاد داشتن از روند پیشبرد تلاش های او در قبال صلح افغانستان شاکی بودند. به نظر شما اداره جدید همان میعاد تعیین شده خروج نیروهای آمریکایی را برای سال 2021 تطبیق خواهد کرد؟ به نظرم حتی اگر ترامپ نیز بار دیگر رئیس جمهور می شد این کار ممکن بود، اما با برنده شدن جو بایدن رئیس جمهور منتخب و تعویق افکندن معیاد مهمه سال آینده برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است. پروسه صلح تا اکنون معطل شده است. امیدواری که خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان برای معیاد خروج نیروهای آمریکایی داشت، بعد از اینکه ترامپ سپتامبر سال گذشته مذاکرات را لغو کرد به تعویق افتاد و شش ماه دیگر بعد از امضای موافقتنامه طالبان با ایالات متحده معطل شد. به نظر مناسب خواهد بود که بگویم هر کسی که رئیس جمهور شود ممکن این پروسه را به تعویق افکند تا برای فشار آوردن روی دو طرف برای پیروزی در مذاکرات زمان بیشتر داشته باشد.
پرسش اینجاست که دو طرف در صورت تعویق افکندن معیار خروج نیروهای آمریکایی چه واکنشی خواهند داشت. برخی افغان‌ها به شمول زنان انتظار دارند که اداره جدید آمریکا از پروسه صلح حمایت خود را ادامه دهد. به نظر شما رئیس جمهور آینده آمریکا در قبال مردم افغان و افغانستان تا چه حد مسئولیت به دوش خواهد گرفت؟ این مسئله بیشتر به بایدن مربوط می شود که موقعی که رئیس جمهور شد چه راهی را پیش خواهد گرفت. ما می دانیم که شخص بایدن و تیم او سیاست خارجی متفاوت را دنبال خواهند کرد و در این میان افرادی شامل خواهند بود که طرفدار ادامه حضور آمریکا در افغانستان هستند. اما باید ما سابقه کاری بایدن را در نظر بگیریم که او در مورد افغانستان چه فکر می کرد. بیشتر از 10 سال او طرفدار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و نمیخواست که آمریکا مسئول آینده افغانستان باشد، بلکه بیشتر علایق آمریکا برایش مطرح بود. بایدن روی این مسئله ثبات نظر داشت و فکر میکنم نظریات او از قبل در قبال افغانستان همین طور بوده است. با یک وقفه کوتاه دوباره در خدمتتان خواهم بود. با گزارش دیگری از ایالات متحده توجه کنیم. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، با برنده شدن در تکت انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده در این کشور تاریخ ساز شده است. هریس که اولین زن است که به این مقام میرسد، دختر یک مادر هندی و یک پدر جامائیکایی است که در ایالت کالیفرنیا بزرگ شده و با تلاش‌های خستگی ناپذیر توانسته در بلندترین مقام‌های حکومتی راه یابد و آنچرا که سقف شیشه‌ای یا موانع نامرئی بر سر راه زنان برای رسیدن به مقام‌های مهم در این کشور خوانده می‌شود بشکند. لحظه تاریخ ساز در ایالات متحده آمریکا. در حالی که ممکن من اولین زن در این مقام باشم، اما آخرین نخواهم بود. خانم هریس 56 ساله از رئیس جمهور منتخب جو بایدن و رای دهندگان تشکر می کند. برای انتخابش من حیث اولین زن سیاه‌پوست و آمریکایی هندی تبار که با عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده خدمت کند. ما شاهد حضور زنان در محکمه عالی بوده ایم. ما نانسی پلوسی را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان داریم. اما هرگز در قوای اجرایی یک زن را من حیث معاون رئیس جمهور نداشته ایم. هنوز رئیس جمهور زن نداریم. اما نه تنها این، بلکه یک زن غیر سفید پوست، یک زن از پدر و مادر مهاجری که به این کشور برای زندگی بهتر آمد. خانم هریس دختر یک مادر هندی و یک پدر جامائیکایی در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا بزرگ شد. نقاشی او اکنون در دیوار مکتب قرار دارد که در کودکی به عنوان بخش از تلاش‌های ادغام نژادی در آنجا درس می‌خواند. او برای بسیاری از زنان سقف‌های شیشه‌ای را شکست. خانم هریس فارغ التحصیل پوهنتون هاروارد، کالج کاملا سیاه پوستان در واشنگتن دی سی، از سال 2004 به عنوان اولین زن وکیل حقوقی سیاه پوست در سان فرانسیسکو و سپس در سال 2010 رئیس اداره قضات ایالت کالیفرنیا شد. در جریان اعتراضات زندگی سیاه پوستان مهم است، در این تابستان برخی از ترقی خواهان شکایت داشتند که خانم هریس سارانوال سخت گیرانه تر از آنچه که به نظر می رسید در بخش موضع‌گیری متغایرش در قبال اعدام بوده و در مسئول قرار دادن پلیس برای سوء رفتار ناکام بود. کامل هریس برای اولین بار در کالیفرنیا وقتی به سنای ایالات متحده انتخاب شد تاریخ ساز شد. مهم است که مردم افراد قدرتمند را ببینند که مثل خودشان هستند. هریس که اغلب در مورد نقش خود به عنوان یک عمه و مادراندر صحبت می کند، با یک وکیل به نام دگ امهوف ازدواج کرده است که اکنون آقای دوم خواهد شد که یک موقف جدید در تاریخ قصر سفید است. و گرچه مهمترین کار معاون رئیس جمهور آماده بودن در صورت نیاز به سمت رئیس جمهور است، اما تحلیلگران می گویند هریس ممکن است از این اولین بودن در تاریخ استفاده کند. او می تواند یک زن در مقام حکومتی باشد که از ایالات متحده نمایندگی می کند. اما من فکر می کنم او همچنین به اطراف ایالات متحده سفر کند تا نمادکاری را که انجام می دهد نشان دهد.
نقش جهانی جدید کامل هریس در قصر سفید در قریه اجدادی وی در هند جشن گرفته شد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. و در شرق میانه، صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی امروز به سن 65 سالگی در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. وی سابقه طولانی مدت در عرصه مذاکرات میان فلسطینیان و مقامهای اسرائیلی داشت و در جهان اسلام به دلیل تلاشهایش برای تامین صلح برای فلسطینیان چهره شناخته شده بود. قرار است وی فردا طی مراسم در کرانه غربی رود اردن به خاک سپرده شود. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. با سپاس از همراهیتان با این برنامه، با لحظات پایانی بخش دایی رسیدیم. همکارم سید سلیمان آشنا با بخش پشتو برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا را ادامه میدهند. آقای آشنا سلام، خسته نباشین. امروز هم بسیار روز مهمی است در دنیای خبر. شما چه خبرها و گزارش‌هایی را آماده کردین؟ یلدا جان، تاسو ولیدونکو ته سلام هم.